يوم الجمعه روز جمعه ماذا نصنع روز جمعه چه کارهایی انجام میدیم الاصل اننا نذهب في اول الوقت مبكرين الى الجمعه مهمترین موضوع در رابطه با کارهای روز جمعه این هست که برای رفتن به نماز جمعه در اول وقت و در اولین فرصت مبادرت می‌ورزیم. یغتسل الجمعه. غسل جمعه رو به جای میاریم. یلبس احسن الثياب. شخص بهترین لباسش رو می‌پوشه. یخرج الیها مبکرا. در اول وقت و خیلی زود به سمت نماز جمعه به راه می‌افته. یدنو من الامام. و سعی میکنه که در نزدیکترین موقعیت به امام جمعه قرار بگیره یکثر من الصلاه علی النبی صلی الله علیه و سلم روز جمعه به کثرت بر رسول خدا علیه الصلاه و السلام صلوات و درود میفرسته الدعاء دعا کردن مستجاب یوم الجمعه دعا کردن در روز جمعه که روز جمعه حاوی ساعت ها و لحظاتی است که در اون دعا اجابت میشه یقرأ سورة الكهف در این روز سوره کهف رو قرائت میکنه یکثر من الصلاة قبل الجمعة النفل ركعتين لله سبحانه وتعالى قبل از ادای نماز جمعه هر چقدر که بتونه در بیشترین کمیت ممکن به بیشترین رکعات تا جایی که میتونه نماز نافله میخونه یجتمع اهل المدینه للجمعة مردم یک شهر برای نماز جمعه جمع میشند اذا صعد الخطيب وبدا في الخطبه يحرم الكلام و وقتی که خطیب جمعه سخنرانی و خطبه را آغاز بکنه دیگه بعد از اون سخن گفتن با یکدیگر حرام هست و جایز نیست يخطب بهم خطبتين خطیب دو خطبه میخونه و يصلي بهم ركعتين و برای مردم دو رکعت نماز جمعه رو امامت میده يجهر فيهما بالقراءه و در نماز جمعه قرائت در نماز به صورت جهری هست لابد ان نتعلم السنن حتى ناتي بها ونجتنم البدع التي تكون في يوم الجمعه لذا شایسته است که سنت های جمعه رو یاد بگیریم تا انجامش بدیم و همچنین بدعت ها رو بشناسیم تا به ارتکاب بدعت مبتلا نشیم في فجر الجمعه يصلي بهم السنه بعد الفاتحه في الاولى بسوره السجده ويسجد از جمله سنت ها اینه که در نماز صبح امام سوره سجده رو میخونه و سجده تلاوت رو به جا میاره نعم يقرا سوره السجده كامله في الاولى در رکعت اول سوره سجده رو کامل میخونه و في الثانيه بعد الفاتحه يقرا سوره الانسان و در رکعت دوم بعد از سوره فاتحه سوره انسان رو به طور کامل میخونه. السنه ان الخطبه تكون مختصره يطيل في الصلاه ويقصر في الخطبه والله اعلم. سنت اینه که خطبه رو کوتاه بخونه و نماز رو طولانی یعنی نماز رو بلند و طولانی بخونه و خطبه و سخنرانیش کوتاه باشه.